سلام دوستان. دوست نوشته سلام استاد، مدت است یگان تار موی سرم سفید شده، مرا زیاد رنج می دهد. هرچند زیاد مطالعه کردیم، اما می خواهم از شما بشنوم که چگونه جوان بمانم و زود پیر نشم. دوست عزیز، هرچند در مورد مو سفید شدن، جوان ماندن، تحقیقات گوناگون و متفاوت انجام شده، یعنی که چگونه شما موی خود و جوانی خود حفظ بکنین، تحقیقات متفاوت وجود داره. در خصوص مو سفید شدن، مو رفتن و امثال و موارد و مشکلات که در مو رفتگی وجود داره، تحقیقات دانشمندان هنوز هم تکمیل بگویم یا بگویم که پاسخ واقعی و کلی و منطقی هنوز به این مسئله پیدا نشده که چی کار کنیم که موی سر فرد سفید نشه. ولی به هر حال اون موادی که به مرور زمان انسان او را از دست میده سبب مو سفید شدن فرد میشه، که تا یک حد بحث روانشناسی هم تا نیست. در بس مسائل که مربوط به روانشناسی میشه انشاءالله در جریان صحبتهای خود به او اشاره خواهد کردیم. اما جوان ماندن، تازه ماندن، زیاد زندگی کردن، با نشاط و لذت و مؤثر و ممت زندگی کردن میتونه بعضی از کارهای ساده را داشته باشه که ما میتونیم کمک کنیم به خود. اولین پیشنهاد را که ما میخوایم داشته باشیم برای شما، یا اولین چیزی که من تصور میکنم مفید است برای انسانها، اون مسئله کاهش و مدیریت استرس است، یا آنچه که استرس به ما و بر سر ما میاره سرش فکر کردن، درنگ کردن، کاهش دادن و گاهی اگر امکانش بود از بیخ و بنیاد او عوامل و مشکلات را دور کردن و چیدن است. یک، یعنی هر قدری که شما استرس داشته باشین، هر قدری که شما زیر فشار باشین، به مو اندازه عمرتان زیاد خورده میشه، انرژی شما بیشتر ضایع میشه و شما بیشتر رنج میبرین و به خود آسیب میزنین. پس اگر امکان داره و یا هم اگر هنوز متوجه مسئله نشده اید، کوشش کنین، تلاش کنین که استرس های زندگی خود را، استرس های روزمره خود را مدیریت و کنترل کنین تا جوان بمانین و موی سر خودم سفید نسازین. یک مورد. دوم موردی که ما حداقل در مراجعان خود تجربه داریم، یا ما به افراد و اشخاص که حداقل ما کار کردیم یا ما را به این تحلیل رساند، مسئله مثبت اندیشی است. افراد و اشخاص زیاده با منفی بافی‌هایشان، با نگرانی‌هایشان، با تشویشی‌هایشان، با افکار زاید و مزاحمشان زندگی خود را، جوانی خود را و آرامش خود را به اصطلاح به باد پناه دادن. یعنی آرزو دارم مثبت اندیش باشین. مسائل زیاده است که میشه ما به او دل ببندیم و امیدوار باشیم. مسئله سوم هم در لحظه زندگی کردن است. عزیز دل، ما انسان ها معمولا به سه کاتگوری تقسیم میشیم. یک گروه از انسان های هست که در گذشته زندگی میکنن که افسرده میشن، یک گروه هم هست که در آینده زندگی میکنن که مضطرب میشن، یک گروه هم هست که در حال زندگی میکنن و لذت میبرن، و افراد و اشخاص هم هستند که در هر سه به سر میبرند. افراد و اشخاص هم هستند که در هر سه نگران است، در مورد هر سه درد و رنج میکشند و نارام و بیقرار هستند. اگر تانستی و اگر در امکان رو در حدت بود، کوشش کو با تلاشای خودت و شخصی در لحظه زندگی کردن را فرا بگیری، بعد میتونه کمک کنه. چهارمین نکته که میخوام برات پیشنهاد کنم، با هدف زندگی کردن است. یعنی انسان وقتی جوان میمانه که یک برنامه منظم در زندگیش داشته باشه، یک هدف مشخص در زندگی خود داشته باشه و از او اهداف و برنامه های خود لذت ببره، با او اهداف و برنامه های خود خوش باشه. تحقیقات را که و کارا و فعالیت ها و نوشته هایی را که دکتر فرانکل در زندانی که خود همچنان بندی بود انجام داد، حتی اونا میگن که من افراد و اشخاص زیاد را دیدم که وقتی با اونا بررسی کردم، با اونا کار کردم، با اونا بحث میکردم، میدیدم که برنامه نداره، هدف نداره، حتی امید برای بیرون شدن از زندان هتلر نداره، نازی ها نداره. گفتم متوجه شدم که او افراد امونایی که هدف نداشتن، تقسیم اوقات نداشتن، پلان نداشتن، آرام آرام میمیرن، آرام آرام نابود میشن، آرام آرام عدم میشن. انسانهایی که بی هدف است، بی برنامه هستن، معمولا زندگی کمتر دارن، زودتر میمیرن، جوان خونه میمانن که نمیمانن، بلکه عمرشان حتی کم است. آخرین موردی که میخوایم به شما یادآور شوم برخورد با مشکلات است. فرا بگی، یاد بگی، آموزش بگی، تربیت شو، کمک کو به خود که بفهمی و بدانی که با مشکلات و مسائل و ناملایمات چگونه دیل کنی، برخورد کنی که اونا دور شو از زندگی. انسان همیشه در زندگی با مشکلات و چالش ها روبرو میشه. ای که اگر یاد بگیره که چگونه این مشکلات را دور کنه، چگونه این مشکلات را کنار بزنه و یا هم چگونه این مشکلات را به فرصت تبدیل کنه، این انسان ها معمولا سالم و خوشبخت باقی میمانند. آرزو دارم مویای سرت کمتر سفید شود و بیشتر با این کارها و راهکارها جوان بمانید. ممنون.